به نام خدا. سلام دوستان، مهندس خاشعی نژاد هستم و با یه آموزش دیگه از مجموعه جت آموز در خدمتتونم. توی این آموزش میخوام به شما یاد بدم به چه صورت با استفاده از نرم افزار کمتاسیا بتونید برای خودتون فیلمای آموزشی ضبط بکنید. خیلی از کاربران از ما که میخوان به حساب همکاری بکنن و میان در قسمت تدریس در جت آموز، ما اونجا براشون توضیح دادیم که به چه صورت فیلمای آموزشی رو ضبط بکنن و برای ما ارسال کنن تا بتونن به حساب از فروش آموزش خودشون کسب درآمد داشته باشن. اما سوالی که اینجا مطرح هستش اینی که ما به چه صورت میتونیم با نرم افزار کمتاسیا کار بکنیم و اصلا چرا نرم افزار کمتاسیا؟ خیلی از شما مدرسان عزیز که همکنون وبسایت جت آموز داره با بیش از 20 تا مدرس فعالیت میکنه، فیلمایی که برای ما میفرستید متاسفانه از اون کیفیت مطلوب برخوردار نیست و ما مجبور میشیم یه سری نکات رو براتون توضیح بدیم تا شما مجددا از نو فیلمو ضبط بکنید. اما توی این آموزش میخوایم به شما یاد بدیم به چه صورت با کمتاسیا کار بکنید، فوتوفنش چی هستش و چجوری میتونید یک محتوای آموزشی جذاب رو برای کاربرتون پیاده سازی بکنید. برای دانلود کردن نرم افزار کمتاسیا کافی هستش که از منوهایی که در این بخش براتون قرار داده شده روی بخش فایل های مورد نیاز بیایید و نرم افزار کمتاسیا ورژن 2019 64 بیت رو دانلود کنید. چه شما از اینجا نرم افزار کمتاسیا 2019 رو دانلود کنید یا اینکه توی اینترنت بنویسید دانلود نرم افزار کمتاسیا، هر دو یکی هستش و هیچ فرقی نداره. توصیه ما این هستش که آخرین ورژن نرم افزار کمتاسیا رو استفاده بکنید که به شما این امکان رو میده که باگ های کمتری داشته باشه و در واقع افکت های بیشتری داشته باشه. ورژن 2019 64 بیتش در واقع با حجم 504 مگ هستش و میتونید اون رو دانلودش کنید. حالا گفتم یا از وبسایت جت آموز یا سایت های دیگه مثل صاف 98. اما این نکته را برای اون دسته از دوستان بیان کنم که نمیدونن کمتاسیا چی هستش. کمتاسیا نرم‌افزاریه که در واقع دسکتاپ ریکوردر بهش میگیم. این دسکتاپ من و این چیزی که دارید میبینید، صفحه دسکتاپ منه، مرورگر منه، شروع میکنه از این صفحه دسکتاپ من فیلم ضبط کردن. حالا من میتونم توی این مرورگر یه فیلمی پخش بکنم، میتونم بین صفحات جابجا بشم یا بیام یه نرم افزاری رو توضیح بدم، مثلا بیام نرم افزار وی ام وی رو براتون توضیح بدم. اینجوری هستش که آموزش‌های مختلف ضبط میشه. دوستان دقت کنید، بجز نرم افزار کمتاسیا که الان من دارم میبینید اینجا براتون نرم افزار کمتاسیا رو استفاده میکنم و فعلا 2 دقیقه و 35 ثانیه از ضبط گذشته، نرم افزارهای مختلف دیگه ای هم هستن که شما میتونید به عنوان دسکتاپ شیرینگ، دسکتاپ ریکوردر ازشون استفاده کنید. چرا ما میگیم کمتاسیا؟ علتش یه جمله است. کمتاسیا فوق العاده امکانات در اختیار ما قرار داده جهت ویرایش کردنش. فقط کافی هستش که اینجا بیایید بخونید میبینید که چه امکاناتی داره. به حساب تصاویر متحرک میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم از وبکممون استفاده بکنیم، نویز صدا رو برطرف میکنیم که واقعا خیلی ها میتونم بدون بگم از برنامه‌های دیگه همچین قابلیتی رو نداره و در اختیارم قرار نداده. ویژگی‌های خیلی متنوع زیاد دیگه‌ای هم داره که حالا توی این آموزش بهش خواهیم پرداخت. پس با این آموزش همراه مجموعه آموزشی جت آموز باشید.